هزینه بیت کوین چینی ها از جیب مردم ایران، جاسوسی با روش های سنتی از آمریکا در عراق، مملکت بی صاحب و سیاست فرصت طلبانی روسیه. قالیباف: رهبری گفت سفر روسیه را به تأخیر نیندازید. روزها از جمهوری اسلامی فاصله میگیرند، نه از قالیباف. درود همراهان، ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی میکند. توجهتان را به ادامه خبر جلب میکنم. خیار در بازار تهران به 20,000 تومان رسید. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی جالیزهای خیار در جیرفت کرمان دانسته و به ایسنا توضیح داده است که معمولاً در زمستان جیرفت کرمان مرکز تولید خیار بوته‌ای، جالیزی و گلخانه‌ای است که سرما باعث کاهش تولید شد. در این میان بسیاری از کشاورزان با اشاره با قطع برق و گاز گلخانه ها آن را عامل سرمازدگی محصولاتشان می دانند. اما قطع برق فقط دامن کشاورزان را نگرفته است و در هفته های گذشته برق بسیاری از شرکت های صنعتی و کارخانه ها هم قطع شد. صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت های صنعتی تهران، با اشاره به نقش استخراج بیت کوین در قطع برق گفته بود که قطع برق 2300 واحد صنعتی بدون اطلاع قبلی اتفاق افتاده و این موضوع خسارت های زیادی به خطوط تولید وارد کرده و محصولات و مواد اولیه را از بین برده است. در همین زمینه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور، هم گفته بود که تأثیر قطعی برق در صنایع غذایی خیلی سریع خود را نشان می‌دهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با کمبود و گرانی محصولات روبرو می‌شود. در این میان شرکت برق اعلام کرد که به دلیل کمبود گاز تأمین سوخت نیروگاه‌های برق با مشکل مواجه شده و تولید برق کاهش داشته است، هرچند که شرکت ملی گاز این ادعا را رد کرد. اما با وجود کمبود برق و خاموشی معابر شهری، رضا اردکانیان وزیر نیرو خبر داده بود که صادرات برق به عراق از سر گرفته شده است. نشریه اینترسپت بر مبنای اسناد اشاره می‌کند با بکارگیری تکنیک‌های سنتی جاسوسی، بهره‌گیری از نهادهای مذهبی و استخدام شیعیان عراق سالها به جاسوسی از نیروها و عملیات نظامی آمریکا در این کشور پرداخت. این گزارش در وبسایت اینترسپت منتشر شده و به داستان‌هایی از آرشیو اسناد اطلاعاتی اشاره می‌کند که این نشریه آنها را طی یک درز بی سابقه به دست آورده است. این بایگانی حاوی گزارش‌های میدانی و اسناد اطلاعاتی مربوط به سال‌های 2013 تا 2015 میلادی است که از دفاتر اطلاعاتی در عراق به مقر وزارت اطلاعات ارسال شده بود. این اولین بار است که یک نهاد خبری غربی آرشیوی بزرگ از اسناد را به دست می‌آورد. علاوه بر مستندسازی نفوذ ایران در عراق، پرونده‌های فاش شده نشان می‌دهد چگونه عراق به عنوان میدان نبرد جاسوسان آمریکایی و ایرانی تبدیل شده است. در ابتدای متن داستان یک جاسوس عراقی روایت شده که سالها از عملیات آمریکا در عراق برای ایران جاسوسی می‌کرده است. اما پس از خروج اغلب نیروهای آمریکا و کاهش حضور این کشور در عراق در سال 2011 میلادی، این فرد اطلاعات کمی برای جذب داشت. وقتی آمریکایی‌ها کاملاً از عراق خارج شدند، این جاسوس نیز رها شده است. وزارت خارجه روسیه در توییتر خود ضمن درج خبر دیدار معاون وزیر خارجه این کشور با سفیر عراق به جعل نام خلیج فارس پرداخت و از عبارت خلیج عربی استفاده کرد که با واکنش اعتراضی کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی مواجه شد. در پی واکنش شدید کاربران ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ناچار اعلام کرد که نسبت به استفاده از واژه جعلی درباره خلیج فارس در حساب رسمی توییتری وزارت خارجه روسیه اعتراض رسمی کرده است. این در حالی است که سفیر روسیه در تهران گفته که رهبر جمهوری اسلامی طرفدار روسیه مقتدر است. سفیر روسیه به روزنامه همشهری چاپ تهران گفته است با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، روسیه بسیار قوی شده است و افسوده که آیت الله خامنه ای چند بار گفته روسیه مقتدر، ایران مستقل، و اضافه کرده خود آیت الله خامنه ای طرفدار روسیه مقتدر هستند و ما از ایشان تشکر می کنیم. خامنه ای تا کنون چندین بار از رویکرد رئیس جمهور روسیه تمجید کرده و گفته ایرانی ها برخلاف غرب از روسیه هیچ خاطره تاریخی بدی ندارند. این در حالی است که سیاست‌های روسیه به دلیل سابقه تاریخی جنگ‌های ویرانگر با ایران و اشغال و جداسازی چندین شهر از خاک ایران به شدت مورد اعتراض شهروندان ایرانی است، به طوری که در تظاهرات سال 88 علیه حکومت و پاسدارانش در ایران مردم معترض شعار مرگ بر روسیه سر داده بودند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران که به مسکو سفر کرده امروز در جمع دیپلمات‌ها و رؤسای نهادهای جمهوری اسلامی ایران در روسیه حاضر شده است. باف گفته در برهه‌ای حتی زمانی که می‌خواستم زمان سفر به روسیه را به تعویق بیاندازم، رهبر انقلاب فرمودند این سفر را به تأخیر نیندازید و تأکیدشان بر این بود که نکاتی را به صورت مکتوب به شما ارائه می‌کنم تا به روسیه ببرید. گزارش شده است که دیدار مورد انتظار آقای قالیباف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام نمی‌شود و آقای پوتین برای دریافت پیام آیت الله خامنه‌ای که آقای قالیباف به روسیه برده است، نماینده معرفی کرده است. قالیباف در فرودگاه حتی مورد استقبال رئیس مجلس روسیه نیز قرار نگرفت. خبر رد درخواست دیدار قالیباف با پوتین جنجالی شده است. در محافل سیاسی و خبری ایران این نکته که رئیس جمهوری روسیه حاضر نشده است با رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر او به مسکو دیدار کند، نوعی تحقیر محمد باقر قالیباف و جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. جریانات سیاسی رقیب قالیباف هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 تلاش می‌کنند از این موضوع برای تضعیف موقعیت انتخاباتی او استفاده کنند. قالیباف و طرفدارانش هم تا آخرین لحظه می‌کوشند که این ملاقات ممکن و میسر شود. قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو یاد می‌شود. او 15 سال است که آشکارا برای رئیس جمهور شدن تلاش می‌کند، اما همانند محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و یکی از نامزدهای ثابت انتخابات دو دهه اخیر، هنوز به این آرزوی دیرین خود دست نیافته است. قالیباف در سال 1384 انتخابات را به رقبای نیرومندتر و در رأس آنها محمود احمدی نژاد باخت. او در آن زمان در حالی که تصور میشد نامزد مورد نظر بیت رهبری باشد، درست چند روز مانده به انتخابات با تغییر وضعیت و اقبال اصولگرایان به محمود احمدی نژاد روبرو شد. در سال 1392 با شکست در برابر حسن روحانی از دست یافتن به این مقام باز ماند. قالیباف در سومین تلاش ناکامش برای آن منظور در سال 1396 هم مجبور شد به نفع ابراهیم رئیسی نامزد با نفوذتر اصولگراها کنار بکشد. حالا اما در شرایطی که گفته می شود رئیسی خود را برای جانشینی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران آماده می کند و احتمالاً قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، قالیباف و طرفدارانش فکر می کنند بهترین زمان ممکن برای رئیس جمهور شدن او فرا رسیده است. بخش مهمتری از این ذهنیت به این برمی گردد که جریان اصلاح طلب در ایران در یکی از بدترین و ضعیفترین دوران حیات خود به سر می برد و تصور نمی رود قادر به رقابت جدی در انتخابات ریاست جمهوری باشد. طرفداران اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی حامی آنها سرخورده از عملکرد دولت حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح طلبان و در رأس آنها محمد خاتمی بوده است، در حالت یأس و انفعال به سر می برند و بسیاری از رأی دهندگان به اصلاح طلبان می گویند حاضر به شرکت در انتخابات نیستند. طرف دیگر انتظار نمی رود که شورای نگهبان به نامزدهای اختصاصی اصلاح طلبان اجازه شرکت در انتخابات را بدهد. این در حالی است که برخی از اصلاح طلبان هم می گویند اگر نامزد اختصاصی آنها از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، در انتخابات شرکت نمی کنند و نامزد دیگری معرفی نخواهند کرد. در چنین شرایطی طرفداران قالیباف تصور می‌کنند این بار او شانس بیشتری برای رئیس جمهور شدن دارد. دلیل تقویت این تصور در ذهن آنها این است که فرض می‌کنند حکومت و مشخصاً شخص آیت الله خامنه‌ای این بار نیز مانع شرکت محمود احمدی نژاد در انتخابات خواهد شد. اطلاعات به دست آمده از برخی نظرسنجی‌های حکومتی حاکی است که اگرچه احمدی نژاد خود را مستقل و مجزا از اصولگراها می‌داند، او همچنان محبوب‌ترین نامزد انتخاباتی در بین اصولگرایان و بسیاری از رأی دهندگان است. رقابت احتمالی بین قالیباف و احمدی نژاد کمتر کسی شانس پیروزی را به قالیباف می‌دهد، اما طرفداران قالیباف بر این باورند که حکومت اجازه شرکت مجدد در انتخابات را به احمدی نژاد نخواهد داد. در این میان فضای ضد احمدی نژاد تا حد زیادی هم از سوی طرفداران قالیباف دامن زده می شود. با این حال واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی ایران و شخص آیت الله خامنه ای نشان دادند که در شرایط سخت و دشوار و برای بقا حاضر به نرمش هستند و حکومت ممکن است در شرایطی خاص با احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات به توافق برسد و به او اجازه داده شود که در انتخابات شرکت کند. چنین وضعیتی کابوس کامل برای قالیباف و طرفدارانش خواهد بود. در چنین فضا و شرایطی قالیباف امیدوار بود که با استفاده تبلیغاتی از سفر مسکو و تحویل پیام آیت الله خامنه ای به پوتین هم خود را نامزد مورد حمایت رهبر نشان دهد و هم در قامت رئیس جمهور بعدی با پوتین دیدار کند.
رد این تقاضا از سوی پوتین به یک تحقیر انتخاباتی و تبلیغاتی برای قالیباف در فضای داخلی ایران تبدیل شده است. اما واقعیت این است که آن برخورد از سوی پوتین بیش از آن دست رد بر سینه قالیباف و بازی انتخاباتی او باشد، نشانه از فاصله گرفتن بیشتر روسیه از جمهوری اسلامی ایران بعد از فروکش کردن جنگ روسیه است. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.